program will tell you all you need to know about Iran. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, vamos. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos.
همیشه پرخطره و باید یه نفر مدام مراقبش باشه تا آسیبی به خودش نرسونه. این کار هم وقتگیره هم پردردسر. اما امروز موبی بیبی در خدمت شماست تا در آموزش راه رفتن فرزندتون به شما کمک کنه. وسیله کارآمد و فوق‌العاده برای کودکان. راه رفتن را به آسانی به کودک خود بیاموزید. استفاده ازش خیلی راحته. کودک خود رو در موبی بیبی بذارید، دسته موبی بیبی رو بگیرید و حالا میتونید با هم به پیاده روی برید. واکر کودک موبی بیبی یه محصول بی‌نظیره که برای کمک به فرزند دلبندتون در راه رفتن طراحی شده. با موبی بیبی کودک شما میتونه به راحتی و با تعادل کامل و به سرعت راه رفتن مستقل و بدون کمک شما رو تجربه کنه. موبی بیبی کاملا استاندارد و ایمن طراحی شده و هیچ مشکلی برای فرزند شما به وجود نمیاره. دارای کیفیتی عالی با جنس مقاوم، قابل شستشو و قابل تنظیم برای هر وزن و اندازه. قیمتی بسیار مناسب. وسیله برای شستشوی اتومبیل و منزل، تنظیم فشار آب در 8 حالت مختلف و 50% صرفه‌جویی در مصرف آب. با ایزی جت علاوه بر شستشوی ماشین، شما میتونید نمای ساختمون و پنجره‌های دور از دسترس رو هم شسته و گل‌هاتون رو آبیاری کنید. ایزی جت این امکان رو به شما میده تا به راحتی انواع لکه‌ها و جرم‌ها رو از بین ببرید بدون اینکه خودتون رو خسته کنید. ایزی جت دارای یک مخزن مواد شوینده هم هست که به میزان دلخواه مواد شوینده رو با آب مخلوط میکنه و باعث میشه یک شستشوی تمیز و آسون رو انجام بدید. با ایزی جت نهایت پاکیزگی رو تجربه کنید. پس منتظر چی هستید؟ همین حالا تلفن رو بردارید و کارواش ایزی جت رو سفارش بدید. پارک کردن ماشین در فضای باز باعث بالا رفتن درجه حرارت داخل خودرو میشه. یه گرمای شدید و عصبانی کننده که تحملش غیر ممکنه. ولی با اتوکول دیگه همچین اتفاقی نمیفته. اتوکول یک وسیله باور نکردنیه که با انرژی خورشیدی کار میکنه و احتیاجی به برق و باتری نداره. این وسیله با جذب انرژی خورشیدی و تبدیل اون به الکتریسیته و با کمک موتوری که در داخلش قرار داده شده، مثل یک خنک کننده دمای داخل ماشین رو پایین نگه میداره و انرژی گرمایشی رو به بیرون هدایت میکنه. به همین ترتیب از گرم شدن فضای داخلی اتومبیل جلوگیری میکنه. با توجه به طراحی ویژه اتوکول، این وسیله در هر اتومبیل قابل استفاده است و روی هر شیشه ای قابل نصبه. نصب کردن این دستگاه آسونه. اتوکول رو به شیشه وصل می‌کنید و بعد نوار پلاستیکی مخصوص رو در اطراف اتوکول قرار می‌دید. اتوکول یک دستگاه تهویه و خنک کننده هوشمنده که جایگزین مناسبی برای کولر خودرو هست. پس با استفاده از اتوکول در مصرف بنزین هم صرفه‌جویی میشه و فشار اضافه‌ای به موتور اتومبیل وارد نمیشه. به محض اینکه در مقابل تابش نور خورشید قرار بگیرید، اتوکول به طور اتوماتیک به کار می‌افته. با اتوکول با عرض سلام به بینندگان عزیز محترم، از اینکه باری دیگر من رو به منزل خود دعوت کردین و در این ساعت با من هستید سپاسگزارم. من فرهناز هستم و امیدوارم که همه شما خوب و شاد و سلامت هستید. برای عزیزانی که اولین بارشون برنامه من رو میبینن، من یه مرور کوتاه میکنم، بعد به بعضی از مطالب رسیدگی میکنم. یکی از آموزش‌های اصلی من این هستش که ما موجودی بسیار خلاق و چند بعدی هستیم. Multi-dimensional یعنی ما فقط این جسمی که می‌بینید نیستیم، ما ابعاد خیلی مختلف دیگه‌ای داریم که به چشم دیده نمیشه. یکی از این ابعاد ما روح درون ما هست. روح درون در یکی از چاکراها نشست میکنه و جایی هم که روح درون نشست میکنه که در کدوم چاکرا میتونه باشه، بنا به سطح ارتعاش و سطح آگاهی هر شخصه و اون روح درونش. روح درون حافظه همه عمرهایی که داشتیم رو داره و قدرت
درمان دادن هم داره. بودی دیگر ما روح بزرگ ما هست. نه خیلی ها من راجع به روح بزرگ صحبت میکنم، اینو چندین بار افراد پرسیدن که آیا روح بزرگ یعنی خدا؟ نه، اینم قبلا تو برنامه هم گفته بودم ولی باز چند نفر این سوال پرسیده بودن. روح، وقتی میگم روح بزرگ ما یعنی قسمتی از انرژی خود ما هست. روح بزرگ ما جزی از انرژی خود ما هست ولی در کالبرد فیزیکی قرار نمیگیره. روح بزرگ چون سطح ارتعاش بالایی داره، سطح ارتعاشش از این بُعد فیزیکی ما، جسم ما و روح درون خیلی بالاتره، در کاربرد فیزیکی قرار نمیگیره و انرژی کارما هم روش تاثیر نمیذاره. روح بزرگ به تمام ابعاد ما آگاهه، به تمام عمرهای ما آگاهه. روح بزرگ دانش و آگاهیش از روح درون فراتره. روح بزرگ هم توانایی درمان داره و یک وسیله بسیار خوبی هست روح بزرگ برای کسب آگاهی و آموزش. در هر موردی، هر مشکلی که دارید، میتونید اول از روح بزرگ درخواست آگاهی در اون مورد بکنید. مثلا اگر مشکل فیزیکی دارید، میتونید از روح درونتون بپرسید که در خواب به من نشون بده که ریشه این مشکل فیزیکی که من دارم از کجاست. اگه مشکل مالی دارید، میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید قبل از خواب، بگید از روح بزرگم درخواست میکنم در خواب به من نشون بده که چه چیزی مانع فراوانی یا ثروت برای من میشه، یا چه چیزی مانع آمد پول برای من میشه. یا اگر در رابطه هاتون مشکل دارید، در کارتون مشکل دارید، یا در حل یک کاری، در انجام کاری مشکل دارید، چون همه چیز انرژیه و همه چیز مربوط به گردش انرژی میشه، میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید که چه چیزی مانع انجام کار من میشه. یا مثلا یه خانمی میخواستن خونشون رو بفروشن، میتونید از روح بزرگتون درخواست آگاهی کنید که چه چیزی هست که مانع فروش خونه من میشه. عامل اصلی همیشه خود ما هستیم، چون تمام انعکاسی که ما در بُعد فیزیکیمون میبینیم انعکاسی از درون خود ما هست. برای همین 99% اوقات وقتی که درخواست آگاهی بکنید که چه چیزی مانعه، جواب مربوط به خود شما میشه که مثلا چه انرژی در خود شما مانع انجام اون کار یا مانع درمان یا مانع سلامتی میشه. حالا ریشه ها، سه ریشه اصلی وجود داره برای تمام مشکلاتی که ما در زندگیمون تجربه میکنیم. یکی زمینه احساسی هست، یکی زمینه ذهنی و کارما. در مورد مشکلات فیزیکی هم اون هم سه بخش داره که اگه کسی که یه بیماری یا مشکل فیزیکی داره، اون هم سه بخش داره که مشکلات فیزیکی یا ذهنی هستن یا احساسی یا جسمی یا هر سه با هم، و بعضی اوقات کارما هم شامل حالش میشه. چون خود کارما یعنی انرژی که ربط به عمرهای قبل داره و خود کارما ریشش ذهنی و احساسی هست. یعنی شما اگر یک باور کاذب داشته باشید و از عمر قبل اون رو با خودتون به این عمر بیارید، این میشه کارما. اگر مثلا یک خودتون رو برای یک موردی نبخشیدید در یکی از عمرهای قبل، اون انرژی رو با خودتون به این عمر بیارید، این میشه کارما. یعنی حتی خود کارما ریشه ذهنی و احساسی داره. فقط در مواردی که ما مشکل فیزیکی داریم، بعضی اوقات ممکنه یک گیر فیزیکی وجود داشته باشه. یه مثال مثل گیر فیزیکی، موقعی که مثلا اگه کسی دستش در بره، کتفش مثلا در بره، این یه مانع فیزیکیه که تنها مواردی که درمان و درخواست از روح برای سلامتی جسم کافی نیست، یه توی همچین اموریه که یک
گیر فیزیکی بزرگ این گونه وجود داشته باشه. مثلا اگه کسی کتفش در رفته مسلماً بعد بره اینو جا بندازه. درمان ممکنه کمی آرومش بکنه ولی خود اون حالت فیزیکی برای تغییرش که جا بیفته خب بعد بره پیش یکی که جا بندازید. مثلا توی همچین اموری حتی میتونن اگر مثلا یه حالتیه که گیر فیزیکیه ولی شما بهش آگاه نیستید، در خواب میتونن ناگهانی به شما بدن. حالا بعضی از گیرهای فیزیکی رو روح بزرگ میتونه رفع کنه، یه چیزایی مانند مثلا تعادل هورمون ها یا بعضی اوقات مثل لخته خون یا یه چیزایی این مدلی که گیرهای فیزیکی هستن که خیلی بزرگ نیستن رو روح بزرگ و روح درون هر دو میتونن این گونه موانع فیزیکی رو درمان بدن که رها بشه. تنها مواردی که روح بزرگ و روح درون اون مانع رو نمیتونن روش خیلی تأثیر بذارن همین حالت مثلا شکستگی یا در رفتگی، این گونه موارد هست که درش خیلی تغییر ایجاد نمیشه. درخواست از روح برای درمان خیلی ساده و راحته. هیچ تمرین قبلی نمیخواد. فقط کافیه قبل از که میخواییم بخوابید از روحتون درخواست رو که میخواییم بدید. هر درخواست رو بعد اون جملهش رو 3 بار تکرار کنید. همونطور که گفتم اول درخواست آگاهی بکنید. به راحتی قبل از که میخواییم بخوابید اول مثلا اگر که پاتون درد میکنه اول از روح بزرگتون درخواست کنید، بگید که از روح بزرگم درخواست میکنم در خواب به من آگاهی بده، نشون بده که چه چیزی باعث ناراحتی پای من هست. و حتی میتونید درخواست کنید که کمک کنن خوابتون یادتون بمونه، خواب شفاف و واضح باشه و میتونید بگید از روح بزرگم درخواست میکنم در خواب به من آگاهی بده که چه چیزی مثلا باعث پادرد من شده، ریشه از کجاست و کمکم کن خوابم یادم بمونه که وقتی که بیدار میشم حضور ذهن داشته باشم، خوابم یادم بمونه. و معمولا خواب طوری به شما میدن که بتونید متوجه بشید، ولی اگر جواب رو متوجه نشدید یا میتونید با من تماس بگیرید که خوابتون رو براتون تعبیر کنم یا میتونید از روح بزرگتون دوباره اون درخواست رو بدید اگر متوجه معنی خواب نشدید و درخواست کنید که خواب رو به طوری به شما بدن که شما بتونید درکش کنید و به اونقدر ساده و واضح باشه که مثلا یه بچه 2 سالم بتونه اون تعبیر خواب رو درک کنه. و همین کار رو خواهند کرد روح بزرگ شما و معلمای عرفانیتون، اون خواب رو به طور واضح تری به شما خواهند داد. یه لازمه یه درخواست آگاهی این هستش که شما خوابتون به یادتون بمونه و حضور ذهن داشته باشید. هر چقدر در خواب حضور ذهنتون بیشتر باشه، آگاهی هم که بهتون میدن هم بهتر دریافت میکنید هم بهتر یادتون میمونه. ولی در زمینه درمان اگر که حتی مثلا درخواست آگاهی کردید، بعضی اوقات اگر آمادگی جواب رو نداشته باشید که ریشه از کجاست، ولی میتونید بعد از شبای بعد از که درخواست آگاهی کردید درخواست درمان بکنید. درمان ایجاد میشه در هر صورت. درخواست درمان هم همونطور خیلی راحته. قبل از خواب میگید که از روح بزرگم درخواست میکنم سلامتی کامل در پای من ایجاد کن. درخواست که میدید نتیجه کار رو درخواست میکنید و جمله رو هم به طور ساده میگید. میگید از روح بزرگم درخواست میکنم سلامتی کامل در پای من ایجاد کن. و اون جمله رو 3 بار تکرار کنید. هر درخواست رو 3 بار تکرار کنید. در هر جلسه 1 درخواست بیشتر ندید، چون ما ظرفیت دریافتمون و ظرفیت درمانمون در این بُعد فیزیکی محدوده. روح بزرگ قدرت درمان دادنش خیلی فراتره، ولی ظرفیت دریافت ما محدوده. 1 درخواست بیشتر ندید، چون موقعی که شما به جسمتون میخوابه خودتون دارید به کار میرید و دارید در اون زمان خواب فعالیت انجام میدید، دارید بالواقع خودتون دارید اون کار انجام میدید، چون روح بزرگ شما جزی از انرژی خود شما هست و دارید بالواقع یه کار انجام میدید در اون زمان خواب.
برای همین خیلی بهتره که یک درخواست بیشتر ندید. با عرض سلام، فرهناز هستم، بفرمایید. با خود فرهناز کار داشتم. خودم هستم، بفرمایید. آره، خواب میخوای تبدیل کنی. الو. بله بفرمایید. من خواب دیدم که خان کشور سالس داشتم، خواب تو خوابم بودم، داشتم تو دریا میرفتم طرف نروژ. میگه تو درس میره کیچی نشه. خب آب نمودی. من نروژ نامه بود دیگه که اتفاق برام افتاد دیگه، ولی قصدش دارم برم کشور تر، چون من افغانیو از کامپ رفت پنجان مزان میشه. آب نمودی از احساسات شما هست و اگر هدف آب نمودی از احساسات هست. من قطع میکنم جوابتون رو میدم. آب در خواب نمودی از احساساته. اگر مثلا آب کدر باشه، یعنی احساساتتون احتیاج به درمان و پاکیزگی داره. خود شنا کردن یعنی تعادل، تا حدی تعادل احساسی. ولی اگر که مثلا خواب ببینید که روی قایق یا کشتی جایی هستید، اون تعادل احساسی بهتره. حالا اگر شنا میکردی به طرف نروژ، اون دیگه بستگی به غریزه خودتون داره که مثلا اگه هدفتون هستش که به اون سمت برید یا به اون مکان برید. ولی خود آب شرایط احساسی نشون میده و در خیلی موارد احساسات ما هستن که مانع داشتن خواسته های ما میشن. الو سلام، فرهناز هستم، بفرمایید. فرهناز هستم، بفرمایید. به دنبال صحبت قبلم، درخواست از روح خیلی ساده است. چند نکته بعد رعایت بشه در زمینه درخواست روح. یک، جمله رو سه بار تکرار میکنید. دو، یک درخواست بیشتر نمیدید. سه، نتیجه‌ای که میخواین رو درخواست میکنید برای درمان. اول درخواست آگاهی بکنید. دیگر اینکه شما از روح درون خودتون فقط برای خودتون میتونید درخواست درمان بکنید. از روح خودتون برای کسی دیگه نمیتونید درخواست درمان بکنید، یا از روح کسی دیگه نمیتونید درخواست درمان برای خودتون بدید. از روح خودتون فقط برای خودتون میتونید درخواست درمان بکنید. سلام فرهناز هستم، بفرمایید. من صدور عزیزم از تهران صحبت میکنم. سلام عزیزم، خوب هستی؟ میخواستم تعبیر خواب من بدید. برای تعبیر خوابتون بهتره با خود من بعد از برنامه تماس بگیرید. منظورم این نبود که الان، ولی حالا بفرمایید خوابتون چیه؟ من اسمم مریمه. بله، خوابتون چی بوده؟ بله، خوابم شب، من حالم خوب نبود، شب خوابیدم تنها بودم. خواب یک دفعه بعد از چقدر خواب دیدم که نوه من از خارج آمده، یکی داره تکونم میده. بلند شدم، نه این نوه منه، ای شما از کجا از خارج اومدی اینجا؟ تعجب کردم، پاشدم گفتم پس من خیلی وقت اینجا افتادم، کسی خارج شما از اینجا رسیدین به اینجا. بلند شدم رفتم آشپزخونه، دیدم این دیواره آشپزخونه هم نقاشی شده رنگ دیگه. بودم چی دیواره آشپزخونه رنگ کرده؟ که اینجا خونه دختر خالمه، آشپزخونه خودخواه دختر خالمه، نه آشپزخونه ما. بودم چی، من رفتم اونجا، حالا دختر خاله من فوت کرده بوده. میخواستم این تعبیر شما رو هم بگیم چیه. بله. خیلی ممنون میشم. من خواهش میکنم، قطع میکنم جوابتون میدم. منظور من از اینکه خوابتون رو براتون تعبیر میکنم این بود که وقتی که درخواست درمان میکنید، اگر متوجه جوابتون نشدید، بعد میتونید از طریق وایبر یا ایمیل یا فیسبوک میتونید خوابتون رو بگید، من براتون تعبیر میکنم. در زمین خواب شما، اون شخصی که در خواب دیدید داشته به شما کمک میکرده، به شما درمان میداده. اون محیط و فضایی که در خواب میبینید نشونه سطح انرژی خود شماست. اگر رنگ و نقاشی و اینجور چیزا میبینید و فضا پر نوره، نشون میده که انرژیتون بالاتر اومده و از ارتعاش بالاتری برخوردار هستید.
فضای خواب هرچی کم نورتر باشه یعنی سطح ارتعاشتون پایینه، هرچی پر نورتر باشه یعنی سطح ارتعاشتون بالاتره، چون توی بعد نوری روز و شب وجود نداره. اون چیزی که سطح نور، میزان نور رو در خواب تعیین میکنه، سطح انرژی و ارتعاش خود شما هست و اون شخصی که به دیدنتون اومده تو خواب داشته بهتون کمک میکرده، به شما درمان میداده. ولی منظور من این بود که وقتی که درخواست آگاهی از روح بزرگتون کردید و جواب شما رو در خواب دادن، اگر متوجه جواب نشدید بهتر اینه که یه بار دیگه، یه شب دیگه درخواست آگاهی دوباره بدید و بگید واضح‌تر به شما جواب نشون بدن. اگر متوجه معناش نشدید میتونید از طریق وایبر یا لاین یا ایمیل یا فیسبوک با من تماس بگیرید تا من کمکتون کنم که جوابتون رو تعبیر کنید. در ضمن افرادی که میخوان با من تماس بگیرن از چند طریق میتونن با من تماس بگیرن. یکی وایبر، افرادی که از ایران میخوان با من از وایبر پیام بدن بعد قبل از شماره من 201 بذارن که شماره من روی صفحه مانیتر هست 925-478-9470، قبلش 201 بذارید. هم از طریق وایبر، لاین، واتس اپ هم من رو موبایلم دارم، از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل میتونید بر من پیام بفرستید و سوالاتی که دارید بفرستید. بعضی سوالات رو تو برنامه جواب میدم، بعضی رو اگه کوتاه باشه مستقیم جواب میدم. صفحه فیسبوک و یوتیوب من هر دو هست به اسم فرهناز جی. عزیزانی هم که میخوان ویدیوهای قبلی من رو ببینن، ویدیوهای برنامه قبلی من در صفحه یوتیوب من هست. به صفحه یوتیوب من برید که میتونید ویدیوهای قبلی من رو ببینید به اسم فرهناز جی و بیشتر آشنا بشید با صحبتهای من اگر این اولین بارتونه که برنامه منو میبینید. ایمیل من هست farahnazj2013@yahoo.com که اون هم روی مانیتر هست. بله روی مانیتر، اون زیر صفحه هست. صفحه فیسبوک هم هست همون به اسم فرهناز جی. من مطالب زیادی هم در صفحه فیسبوک هم میگذارم که هم میتونید از اونها بهره مند بشید، هم میتونید اگر پیام سوالی داشتید از طریق فیسبوک هم میتونید پیام و سوالاتون رو بفرستید. در مورد درخواست پس بعد یادتون باشه شما از روح خودتون فقط برای خودتون میتونید درخواست درمان بکنید. برای دیگران اگر میخواید به دیگران کمک بکنید، بهترین راه اینه که بهشون این آگاهی رو بدید که میتونن از روح بزرگشون یا روح درونشون درخواست درمان بکنن. تعداد زیادی از افراد، بینندگان عزیز که اکثرشون هم مادر فرزندی بودن که در موردش صحبت میکردن، که میگفتن فرزندشون مشکل اعتیاد داره و میخوان بدونن که چطوری میتونن کمکشون کنن. در این زمینه در درجه اول خود اون شخص باید بخواد که در خودش تغییر ایجاد بشه، چون اگه خود شخص حتی آگاه نباشه، چون در بعضی موارد افراد اعتیاد دارن ولی حتی به خود نیستن، آگاه به خود نیستن که مشکل اعتیاد دارن، یعنی خودشون رو توی سطح انکار نگر میدارن و به خودشون دروغ میگن که من مشکلی ندارم. در درجه اول اگه اون شخص خودش آگاه نباشه که مشکلی داره و خواسته این که به خودش کمک کنه نداشته باشه، کمک دیگران خیلی تاثیرپذیر نیست، یا حتی در حد مثل سیگار کشیدن. یه شخص، چون اتفاقا یه شخصی در مورد سیگار بود که میخواستن کمکشون کنم سیگار ترک کنن، در درجه اول اون خواسته، اون غریزه باید در خود اون شخص باشه که بخواد اون تغییر درش ایجاد بشه و اون اگر که این آمادگی رو دارن میتونن با من وقت مشاوره بگیرن، من باشون همکاری میکنم که اون هر چیزی که باید ترک کنن رو ترک کنن. در مواردی که مثلا اون شخص آمادگی نداره، یا حتی مثلا بعضی اوقات افرادی که در خشم زیادی هستن آمادگی مشاوره یا آمادگی تغییر ندارن، افرادی که خیلی از دست خودشون و دنیا شاکیان، اون آمادگی زمینه بعضی اوقات برای تغییر ندارن. در این زمینات
تنها کاری که شما میتونید براشون بکنید، برای فرزندانتون یا عزیزانتون، این هستش که از فرشتگان همگانه درخواست کمک بکنید. فرشتگان همگانه هم خیلی زیاد هستن، حتی اسمشون رو لازم نیست بدونید. شما میتونید بگید فرشته سلامتی، فرشته آگاهی، فرشته درمان، ولی بعضیشون که میخواین اسم چند تاشون رو من میگم که اینا به انگلیسی بهشون میگیم آرکانجل، و راجع به فرشته ها اسمهاشون و چند تا از این فرشته ها من در فیسبوکم مطالب گذاشتم، میتونید برید مطالب رو ببینید و به اسمشون آگاه بشید و به خصوصیاتشون. ولی میتونید بگید فرشته جبرئیل، این فرشته جبرئیل، فرشته مایکل، فرشته رافائل، فرشته هانیل، فرشته زادکیل، این چند تا فرشته که من نام بردم جزی از آرک انجل هستن. آرک انجل ها نظارت فرشتگاهی دیگر رو دارن، از رتبه بالاتری هم میتونید از اینا کمک بگیرید. خود شما هم یه فرشته نگهبان دارید، البته فرشته نگهبان هر کسی مخصوص خودش هست. برای درخواست کمک و درمان به دیگران از فرشتگاه همگانه مانند همین فرشته جبرئیل یا فرشته رافائل و این گونه میتونید کمک بگیرید. و همچنان که گفتم اسمشون هم لازم نیست به یاد داشته باشید، میتونید بگید فرشته درمان، فرشته هدایت، فرشته آگاهی، فرشته که میتونه سلامتی بده، یا حتی فرشته ثروت برای شرایط مالی. میتونید به این گونه صداشون بزنید، اونا آگاهن، میدونن که چه شخصی بعد بر شما بیاد. در این مورد اگر میخواید برای فرزندانتون که مشکلاتی یاد دارن، میتونید از فرشتگان همگانه درخواست کمک برشون بکنید. ولی حتی فرشته هم تا یه حدی میتونن کمک کنن، یعنی همکاری ما واجبه. ما بعد این آمادگی رو داشته باشیم، این زمینه رو داشته باشیم، تا حدی میتونن درمان بدن، ولی برای ایجاد یه تغییر کلی خود اون شخص باید آمادگی داشته باشه و همکاری کنه. چون مثلا ذهن ما رو کسی نمیتونه که کنترل بکنه، ذهن ما دست خودمونه، که این مسئله دیگه بود که میخواستم راجع بهش صحبت کنم. بعضی از عزیزان که مسئله دارن یا در مشاوره یا در سوالایی که میپرسن، مطلبی که بیان میکنن اینه که افکار منفیشون رو چطوری کنترل کنن و من چطوری میتونم کمکشون کنم ذهنشون رو کنترل کنم. یه سری تکنیک های درمانی هست که من به افراد میدم که یه خورده کمک میکنه، در خیلی زمینه ها تسکین میده، درمان میده، ریشه یابی میکنه و خیلی مفید هستن. ولی در زمینه کنترل ذهن، این کار وظیفه خود شما یا هر شخصیه و هیچ کسی دیگه هم نمیتونه این کار براتون انجام بده بجز خودتون. و کنترل و تربیت ذهن زمان و تمرین میخواد. یکی از فواید خیلی بزرگ تمرکز حواس یا مراقبه و مدیتیشن همین هست که ذهن رو تعلیم میده. در خواص خیلی فراوان دیگه ای تمرکز حواس داره، یکی از خواص بزرگش تعلیم ذهن هست. چون در زمانی که شما میشید و مراقبه میکنید و ذهن، چون هدف مراقبه یا تمرکز سکوت ذهن و سکوت درون و آرامش درونه، وقتی که شما این کار روزانه انجام میدید، حتی برای 5 دقیقه، اگه 20 دقیقه باشه خیلی بهتره، ولی حتی برای 5 دقیقه اگه این کار انجام بدید، دارید ذهنتون رو تعلیم میدید که این وقت سکوته و با اراده من باید سکوت ذهن ایجاد بشه. و این یک تعلیم خیلی مفید و بزرگ است، ولی این کار باید روزانه انجام بشه، یعنی با 1 جلسه 2 جلسه انجام نمیشه. باید روزانه تمرکز حواس بکنید، حتی اگه مثلا روزی 20 دقیقه یا نیم ساعت براتون عادت نیست، بکنید 5 دقیقه شب قبل از خواب، 5 دقیقه صبح موقعی که بیدار میشید و میبینید که هم با همون 5 دقیقه حتی بهتر میخوابید، روزتون هم بهتر، روال روزتون بهتر خواهد بود. ولی کنترل ذهن فقط مسئولیت شماست و خودتون میتونید انجام بدید. مثلا من نمیتونم ذهن کسی رو کنترل کنم یا ذهن کسی رو هدایت کنم، خوشبختانه. چون
بعضی اگه این توانمندی رو داشتن ممکن بود مسئله ساز بشه. و همه چیز از ذهن شروع میشه. سازنده زندگی ما ذهنیت و باورهای ماست و بعد احساسات ماست، چون حتی ریشه احساسات ما ذهنیت ما. و این به راحتی میشه اینو تجربه کنید. شما یه فکر شاد بکنید، احساستون هم شاد میشه، انرژیتون میاد بالا، فقط با یک فکر، با یک ذهن، ذهنیت. اگر هم یاد یه مسئله بیفتید که خیلی خوشایند نیست یا ناراحت کننده است، بلافاصله با اون فکر انرژیتون میاد پایین، ارتعاشتون میاد پایین. ریشه ذهنه. تا یاد نگیرید این ذهن رو کنترل کنید و افسارش رو دست خودتون بگیرید و شما ذهنتون رو هدایت کنید، تغییرات کلی در زندگیتون ممکنه ایجاد نشه، چون ریشه اصلی ذهنه. شما این خود ذهن انرژی و موج میفرسته دائم و ما اینقدر روزانه افکار زیادی در ذهن ما میگذره که بهش آگاه نیستیم، که ممکنه هزار تا فکر از ذهن ما بگذره تا به یه دوتاش آگاه باشیم، ولی تمام این افکار موج میفرستن، یعنی یک هویت انرژی داره. بدون هویت نیستن افکار، تأثیر پذیرن، هم در انرژی خود شما تأثیر میگذاره، هم در افرادی که در محیطتون قرار دارن، هم در اون کل محیطتون و در شرایط زندگیتون. مثلا بعضی افراد که پیام میفرستن، مخصوصا پیامهای طول و دراز میفرستن، شما اگه همون پیام خودتون رو به عنوان شخص سوم بخونید، نمود بدی که اون پیام رو یکی دیگه برای شما فرستاده، میتونید کاملا به ذهنیت خودتون آگاه بشید از نوشته خودتون و آگاه بشید که با این ذهنیتی که در وجود شما هست شرایط مثبت و شادی ایجاد نمیشه، چون طبیعتاً شما نمیتونید یه فکر غم‌انگیز داشته باشید ولی شاد باشید، این ممکن پذیر نیست. شما اگر میخواین احساس شادی داشته باشید، احساس خوب و سرحالی داشته باشید، بعد ذهنتون رو تغییر بدید. ذهنتون باید مثبت و شاد باشه تا احساستون هم شاد باشه، تا شرایطتون هم تغییر مثبت بکنه. تغییر ذهن و تربیت ذهن مسئولیت هر شخصیه. هیچ کسی نمیتونه این کار رو براتون انجام بده. نه من، نه فرشته، نه هیچ کسی دیگه. هیچ ربطی هم به این که مثلا چه کسی چه حدی توانایی داره نداره. این فقط یک تعلیم و تربیت و عادت ذهن. چون خود ذهن یه افکاری که تکرار میشه، به تکرار این صفحه هی توی ذهن میچرخه. اینا حتما همه تجربه کردن که یک آهنگو که خیلی زیاد میشنوید، خود به خود این آهنگ تو ذهنتون میشنوید. خب چی باعث میشه که اون آهنگی که به تکرار شنیدید، خود به خود اون آهنگو تو ذهنتون بشنوید بدون اینکه شما فکرشو بکنید؟ خود اون آهنگ میاد توی ذهن. دلیلش تکرار اون آهنگ بوده که شنیدید. افکار ما هم همین گونه هستن. اگر افکاری که تو ذهن ما میگذره دائم افکار باشن که منفیان، سطح ارتعاش پایین دارن، همون افکار هم هی تو ذهن ما تکرار میشه، یعنی همون صفحه هی میچرخه. و تنها راه کنترلش اینه که ما افسار ذهنمون رو به دستمون بگیریم و به خودمون، به ذهنمون تعلیم و تربیت بدیم. بعضی میگن دست خودم نیست، این از زیر کار در رفتنه. پس دست کیه؟ این ذهن، این حافظه، این مغز از آن شماست. دست شما هست، ولی تعلیم و تربیت ذهن یه مقدار دیسپلین میخواد، یه مقدار خودآموزی میخواد، یعنی که شما این وقت رو بگذارید که این تمرین رو انجام بدید که به مرور ذهن شما تعلیم و تربیت بشه. و یه مقدارم خب چون این در کودکی این رو به ما آموزش نمیدن، ما باید از اول خودمون اینو به خودمون آموزش بدیم. یه چیزی که میتونید در شروع امتحان کنید برای آگاه شدن
به ذهنیت خود شما و به افکاری که به ذهنتون میگذره، یه کاری که در شروع میتونید انجام بدید به اضافه تمرکز حواس، چون هیچ چیزی جایگزین تمرکز حواس نمیشه. تمرکز حواس، مدیتیشن یا مراقبه، خواص خیلی خاصی دارن که هیچ چیزی جایگزینش نمیشه. حتی تکنیکای درمانی که من آموزش میدم رو ابعاد مختلف شما کار میکنه، تغییر ایجاد میکنه، ولی خواص و تعلیم و ذهنی که مراقبه و تمرکز حواس میده بسیار خاص خودشه، هیچ چیز دیگه جایگزینش نمیشه. ولی برای شروع یه کاری که میتونید انجام بدید اینه که فکر که مثبت نیست که به ذهنتون میرسه، به جاش یه چیز مثبت بگید. مثلا حتی چیزی به حد کوچیکی مثل این که وای حالا مثلا فلانجا میرم جاگیرم نمیاد، یه چیزی حتی به این حد. متوجه گفته و ذهنیت خودتون که میشید، همون موقع آگاه بشید به ذهنیت خودتون، میتونید بگید کنسل کنسل یا لغو و به جاش یه فکر مثبت بگید. این روشیه که خود من از خیلی سال پیش شروع کارم از اینجا بود که به ذهنیتم توجه میدادم و سعیم در این بود که آگاه باشم به ذهنیت خودم و تغییر در ذهنم ایجاد کنم. با عرض سلام، فرناز هستم، بفرمه. الو. سلام. الو. بله بفرمه. خاله فرناز. بله بفرمایید. صدا تلویزیونتون رو کم کنین. الو. صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفا. بفرمایید. الو. مسکه قطع شد. بعد به جاش بگید که مثلا اگه دارید میگید که مثلا اون جای میرم والا جا گیرم نمیاد، بگید که من به راحتی و به وقت به مقصدم میرسم و به راحتی و خیلی سهل بهترین جا برام فراهم میشه. به مرور که این کار انجام بدید، تجربه که خود من داشتم، مثلا در شروع که این کار میکردم و خوشبختانه من این کار رو در نوجوانیم شروع کردم که انجام میدادم، یعنی از چون میخواستم تغییر ایجاد بشه، یعنی خیلی ساله که این تمرین رو شروع کردم. خود من موقعی که شروع کردم، اول در روز متوجه یکی یا دو تا یا سه تا از افکارام میشدم که به جاش یه چیز مثبت میگفتم. بعد از حدود 6 ماه تمام روز من داشتم تغییر ذهن جملاتم رو میدادم. یعنی به مرور که اینا تمرین بکنید، بهتر مچ افکار خودتون رو میگیرید، چون به مرور آگاهتر به ذهنیت خودتون میشید. و بعد از یه مدت من حتی در اون زمان خودم رو یک آدم مثبتی فکر میکردم، مخصوصا نسبت به دیگران فکر میکردم آدم مثبتیم. ولی بعد از حدود 1-6 ماه متوجه شدم من روزانه دائم دارم این ذهن و جملاتم رو تغییر میدم. یعنی متوجه شدم که چقدر در روز ذهنهای و افکارهایی هستن که مثبت نیستن در ذهن من میگذره، که از روزی 2-3 تا که من مثلا جمله مثبت به جاش میگفتم، میدیدم در طول روز حدود 20 بار یا 30 بار من جملات مثبت بعد بگم به جای اون ذهنیتی که دارم. یعنی به مرور آگاه تر میشید به ذهن خودتون، که هدف هم همینه. زمانی تغییر خیلی خوب ایجاد میشه که شما دائم حالت نظارت به افکار و گفتار و کردار خودتون داشته باشید. یعنی دائم شاهد خودتون باشید. مثل اینه که دائم دارید خودتون رو نگاه میکنید و شاهد افکار و گفتار و کردار خودتون هستید. زمانی که این حالت در شما ایجاد بشه، کاملا به خودتون مسلط خواهید شد و این زمان میبره. بعد روزمره تمرین کنید، زمان میبره.
ولی زمانی که با خودتون صبور باشید، ولی زمانی که این حالت ایجاد بشه شما میتونید کاملا به ذهنتون مسلط باشید و شما ذهنتون رو هدایت کنید، نه اینکه ذهنتون شما رو هدایت کنه. شرایط فعلی که خیلی ها دارن اینه که ذهنشون اونها رو هدایت میکنه و ذهن آگاهی خاصی از خودش نداره، شما بعد اون رو هدایت کنید. مثل اینه که مثلا یه کامپیوتر دارید، میخواید کامپیوتر هر پروگرامی خودش میخواد ران میکنه، شما اگه میخواید از اون کامپیوتری که دارید اون استفاده که میخواید انجام بدید، اون پروگرامی که شما بهش میدید باید انجام بده. سلام فرناز هستم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. فرناز هستم. ای بابا. سلام خانم فرناز. سلام عزیزم، تلویزیونتون رو کم کنید لطفا. سلامت باشید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین عزیزم، بفرمایید سوالتون. خیلی ممنون، متشکرم. من یک مشاوره میخواستم برای خودشناسی. اوکی عزیزم، شما باید بعد از برنامه زنگ بزنیم. الو. بعد از برنامه لطفا زنگ بزنیم. عزیزانی که میخوان وقت مشاوره بگیرن لطفا بعد از برنامه با من تماس بگیرن تا من بهتون وقت بدم برای مشاوره. در ضمن کلاس اینترنتی بعدی من آخر این ماه میلادی که حدود 15 روز دیگه هست شروع میشه، عزیزانی که میخوان در کلاس اینترنتی من شرکت کنن میتونید از طریق ایمیل یا وایبر یا فیسبوک با من تماس بگیرید تا از شرایط کلاس اینترنتی آگاه بشید و اگر میخوان که آگاهتر در این امور معنوی و شناخت خودتون بشید میتونید در کلاس من شرکت کنید، وسیله خوبیه برای آگاهتر شدن. حالا در امور ذهن، من بعد از مدتی که میدیدم روزی بعد از مثلا 6 ماه 20 بار هی جملاتمو دارم تغییر میدم، تازه متوجه شدم تا حدیم، چون بازم همه افکار رو تو اون زمان متوجهش نمیشدم، که چقدر ذهنیت تکرار افکار منفی در ما زیاده و خودمون اصلا بهش آگاه نیستیم. وقتی که شاهد خود بشید به مرور با تمرین حالتی در شما ایجاد بشه که شما همیشه شاهد افکارتون هستید و گفتار و کردارتون، اون موقع به خودتون کاملا مسلط میشید. اون موقع دیگه نمیگید دست خودم نیست. یعنی کاملا آگاهید به اینکه چی به ذهن شما میگذره و شما ذهنتون رو هدایت میکنید. این کارم فقط خودتون میتونید بر خودتون انجام بدید، با تمرین، با صبر، با تمرینات روزانه. هیچ کسی دیگه نمیتونه کار براتون انجام بده. حتی در بعضی زمینه ها، مثلا اگر شما به خودتون درمان بدید یا کسی یا من هم به شما درمان بده، ولی بعد برید افکار مثبت نداشته باشید، حس نگرانی در خودتون ایجاد کنید و همون افکار قدیمی رو در ذهنتون تکرار کنید، دوباره ارتعاش خودتون رو میارین پایین. یعنی اون درمانی هم که بهتون داده میشه خیلی اون نتیجهی که میخواین رو ازش دریافت نمی کنین اگر افکاری که بعدش خواهید داشت افکار مثبت نباشه. تغییر ذهن در هر زمینه لازمه. اگر میخواین شرایطتون تغییر کنه باید ذهنتون رو تغییر بدید در درجه اول. اگه ذهن تغییر نکنه شرایط هم تغییر نمی کنه، چون تمام شرایط زندگی شما انعکاسی از درون خود شما، انعکاسی از موج خود شما هست. اگر شما فکرتون اینه که وای امروز حالا فلان میشه بیسار میشه، شما همون موقع روزتون رو پروگرام کردید برای با همون فکرتون. مخصوصا افکاری که آدم همون دمی که صبح که بیدار میشه میکنه روزتون رو پروگرام میکنه. اگر همون صبح که بیدار میشید قبل از که کاملا بیدار و هوشیارید عمدن به جملات مثبت بگید که امروز بهترین روز خواهد بود، همه چیز به راحتی انجام میشه، همه چیز به راحت به قلتک روانی خواهد بود، تمام امور من به سهل و راحتی انجام خواهند شد، میبینید که اون روال روزتون خیلی بهتر خواهد بود. افکاری همش که شب باش میخوابید تأثیر پذیرن، چون با همون افکاری که شب میخوابید ارتعاش خودتون رو ست میکنید، صبح هم که بیدار میشید با همون ارتعاش بیدار میشید.
یعنی خوبه که شب قبل از که میخوابید چند جمله مثبت بر خودتون بگید که خوب میخوابم، سرحال بیدار میشم، با احساس خوب و شاد و تراوت بیدار میشم، و صبحم که بیدار میشید جملات مثبت بگید که امروز روز خوبی خواهد بود، اتفاق مثبتی بر من میفته، همه چیز به راحتی بر من حل، آمده پول به راحتی به دست من میاد، پول برام میاد، ثروت بر من میاد، فراوانی برای من موجوده. جملات مثبت بگید، اون روزتون رو پروگرام میکنه. این همین این دو عادت قبل از خوابیدن و صبحم بیدار شدن رو اگه به خودتون بدید که جملات مثبت بگید، میبینید که آروم آروم در روزمرتون تغییر ایجاد میشه. تغییر ذهن و کنترل ذهن، مسلط بودن به ذهن خیلی لازمه در هر اموری. بعضی عزیزان راجع به تمرکز حواس پرسیده بودن. من میخوام حدود 2-3 دقیقه هم با هم تمرکز حواس بکنیم، هم به شما توضیح بدم. یکی اینکه وقتی که میخواین تمرکز حواس بکنید، روال قدیم این هستش که افراد 4 زانو میشینن. الان جو انرژی در کره زمین متفاوته، ارتعاش خود کره زمین متفاوته، بالاتره. یه چیزی که خیلی شدیداً افراد بهش احتیاج دارن در این زمان، گراوند بودنه، متعادل بودنه. و این گراوندینگ و متعادل بودن زمانی بیشتر ایجاد میشه که شما کف پاتون روی زمین باشه. چون کف پاتون که روی زمین باشه، با انرژی زمین ارتباط ایجاد میکنید و این کمک میکنه که شما متعادل تر بشید. پس بهتره که روی یه صندلی بشینید، کف پاتون روی زمین باشه، ستون فقراتتون صاف، سرتون هم صاف، الائنمنتتون صاف باشه. اگر تکیه ندید بهتره، چون پشت کمر کانال‌های انرژی وجود داره که اگه تکیه ندید این انرژی بهتر جریان پیدا میکنه. و دیگر اینکه اگر خوابتون برد متوجه میشید. مثلا وقتی که صاف نشستید، اگر خوابتون ببره سرتون بیفته، فوری دوباره بیدار میشید، متوجه میشید که خوابتون برده. بعضیا میگن دراز میکشن و تمرکز میکنن، این اون فایدهی مثل نشستن نمیده. اگر مشکل فیزیکی خاصی ندارید، بشینید خیلی خیلی بهتره. به خاطر یکی، به خاطر گردش انرژی، که انرژی بعد از این کانالهای توی پا کانال انرژی هست، پشت کمر کانال انرژی هست. بعد صاف بشینید، ستون فقرات صاف باشه به حالت نشسته، تا کف پاتون از زمین بهره بگیره و از بالا انرژی طلایی رنگ میتونید تصور بکنید که بهش میگن کازمیک انرژی، که از کازمیک انرژی میتونید نور طلایی تصور کنید که به بالا میاد و از کف پا انرژی زمین و ارتباط با زمین. چاکرای اولتون رو میتونید وصل کنید به مرکز کره زمین، نمودی از نور یا هر نمودی که میخواین، چاکرای اول رو وصل کنید به مرکز کره زمین. این با به اضافه کف پا روی زمین بودن به شما تعادل میده. خود تنفس کردن وقتی نشسته اید، حالتش با موقعی که دراز کشیدید فرق میکنه. تنفس خودش بسیار تاثیرپذیره در جریان انرژی، احساس سکوت و آرامش درون. تنفس که میکنید باید نفس عمیق باشه. نفس عمیق میدید داخل، به طوری که وقتی که میخواید نفس عمیق بکشید، این شکمتون حرکت کنه، نه سینه بیاد بالا پایین. نفس عمیق باید به دایفرام بره، یعنی وقتی که نفس عمیق میکشید شکم حرکت میکنه، نه قسمت سینه. چون اکثر آدم ها حالت عادی که نفس میکشن، نفس های کوتاه میکشن که فقط از اینجا نفس عمیق نیست، به دایفرام پایین نمیره. و بازدمتون هم باید طوری باشه که وقتی همه هوا رو میدید بیرون، شکمتون بره داخل، که این بازدم به طور کامله. دمیدن نفس معمولاً با 3 شماره است، بازدم با 4 یا 5 شماره. حالا این بستگی به عادتتون داره، ولی معمولاً
دمیدن نفس کوتاه‌تر از بازدمشه. در شروع تمرکز یه کاری که میتونید بکنید اینه که انگشتتون رو روی یک طرف دماغتون بذارید که بسته بشه، یک نفس داخل از همین طرف میدید بالا، از همون طرف هم میدید بیرون، بعد سویچ میکنید از این ناسترول، نفس میدید داخل، نفس میدید بیرون. یه چند بار میتونید این کار رو انجام بدید. این هم به ریلکس شدن، آرام شدن خیلی کمک میکنه، هم به سطح اکسیژنی که به مغز میرسه کمک میکنه و تعادل خوب دیگه هم در امور دیگه ایجاد میکنه. بعد از این کار که انجام دادید و حالت ریلکس درتون ایجاد شد، میتونید بشینید با کف دست باز. برای بعضی از افراد که یه مقدار به گردش فلو انرژی حساسن، یعنی انرژی رو خیلی بیشتر احساس میکنن و یه کمی راحت نیستن باهاش، میتونن این دوتا انگشت رو اگر ببندن میزان گردش انرژی رو یه خورده آرومتر میکنه. ولی در حالت عادی میتونید کف دستتون رو باز بذارید. میتونید هر دو حالت رو امتحان کنید، ببینید کدوم براتون راحت تره. بعد میتونید دستتون رو بذارید روی پاتون یا روی میز اگه جلوتونه، یا هر طوری که براتون راحته، ولی کف دست به طرف بالا باشه، یا اینطوری یا باز. چشماتون رو میبندید. حالا هدف این ما در این تمرکز اینه که ذهن آروم بشه، سکوت درون ایجاد بشه. حالا ما میتونیم چند چیز رو وسیله بکنیم برای ایجاد این سکوت درون. یک راه تنفس، توجه به خود تنفسه. تکنیک‌های خیلی زیادی برای تمرکز حواس وجود داره و همه‌شون به نوعی مفیدن. شما میتونید اون نوعیشو انتخاب کنید که برای خودتون راحت تره، ولی همه‌شون مفیدن، چون هدف یک چیزه، هدف سکوت ذهنه. یک وسیله ای که برای سکوت ذهن ما میتونیم استفاده کنیم که خیلی مفیده، توجه روی تنفسمونه، که توجه میکنیم روی نفس داخل، نفس بیرون، یعنی تمام توجه روی همین تنفسه که عمیق تنفس بکشیم، بازدم در طول تمرکز. یک وسیله دیگه که میتونید استفاده بکنید توجه به ضربان قلبتونه، که اونقدر آرام و سکوت درون داشته باشید که ضربان قلبتون رو بشنوید. چون معمولا برای اینکه بتونیم ضربان قلبمون رو بشنویم باید کاملا درونمون آروم باشه. میتونید توجه کنید به ضربان قلب و به حدی سکوت و آرامش درون خودتون ایجاد کنید که ضربان قلبتون رو بشنوید. یک چیز دیگه ای که میتونید وسیله بکنید برای سکوت ذهن، شما یک کدوم از این تکنیک ها رو انتخاب کنید. یک وسیله دیگه که میتونید استفاده کنید برای سکوت ذهن، که این خیلی خوبه برای افرادی که تازه میخوان شروع بکنن، یکی گوش دادن به یک موزیک خیلی آروم و ملایمه که بهشون حس خوب میده. جمله نداشته باشه اون موزیک خیلی بهتره، چون با شنیدن جملات خودتون رو دارین پروگرام میکنین. اگر که موزیکش آروم و ملایم باشه خیلی خوبه، یا اگر که یک آهنگیه باید متوجه باشید که جملاتی که در اون آهنگ مثبت باشه که پروگرام مثبت به شما بده. یک راه دیگه ذکر گفتنه، که ذکری که من خودم استفاده میکنم و به افرادم آموزش میدم و پیشنهاد میدم اینه که من قلبم رو میدم به خالق و خالق قلبش رو میده به من. این ذکر نه تنها برای سکوت ذهن کمک میکنه، خود ذکر تأثیر انرژی درمانی داره. و این جمله رو میتونید تکرار کنید، حتی اگه به حالت شعر بگید خیلی تأثیر بهتری داره، که مثلا به جای که مثل جمله گفته بشه مثل شعر بگید. ملودیشو خودتون بهش بدید، هر ملودی که دوست دارید بهش بدید، مثل آهنگ اینو بگید. او چقدر زود گذشت زمان.
5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، می‌خواستم 2 دقیقه تمرکز حواس باهاتون بکنم. اوکی، حالا من می‌کنمش 1 دقیقه چون 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. برای 1 دقیقه با هم تمرکز حواس می‌کنیم. وقتی که گروهی تمرکز حواس انجام میشه، تعداد که بیشتر باشه خیلی اثر آمده انرژی بالا آمدن ارتعاش خیلی سریع‌تر خواهد بود. اگر براتون ممکن پذیره که گروهی تمرکز حواس بکنید خیلی خوبه. حالا 1 دقیقه با من تمرکز حواس بکنید. در این سگمنت من ذکر میگم، ذکر قلبم رو میدم به خودم. صاف بشینید، سکوت و آرامش درون خودتون ایجاد بکنید. نفس عمیق. بذارید من اینم کم بکنم که صداش در نیاد. اوکی، نفس عمیق. من قلبم رو میدم به خالق، خالق قلبش رو میده به من. من قلبم رو میدم به خالق، خالق قلبش رو میده به من. من قلبم رو میدم به خالق، خالق قلبش رو میده به من. قلب خالق در وجود من میتپه، پر از نور، پر از آرامش، پر از برکت، پر از سلامتی، پر از شادی. من قلبم رو میدم به خالق، خالق قلبش رو میده به من. قلب خالق در من میتپه، پر از آرامش، پر از شادی، پر از نور، پر از آگاهی. من قلبم رو میدم به خالق، خالق قلبش رو میده به من. قلب خالق در من میتپه، پر از آرامش، پر از نور. اوکی. آخر تمرکز دستاتون رو مثل یک مشت بکنید. موقعی که ما تمرکز حواس میکنیم اورای ما بازتر میشه. وقتی که دستمون رو مشت میکنیم این مثل یک حالت سیگنال اتمام هست که اورای ما برگرده به حالت عادیش. در این لحظه میخوام یه درمان همگانی بدم و بعدش هم فراخوانی آتش بنفش. همینجور در حالت آرامش و